برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. دیدبان حقوق بشر اظهار داشت حملات اسرائیل به غیر نظامیان لبنان آنها را در معرض خطر جدی قرار داده است و این سازمان خواستار تحقیقات بین المللی درباره درگیری های اخیر در لبنان و شمال اسرائیل شد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، از 23 سپتامبر بیش از 1000 حمله شبانه اسرائیل به مناطق مختلف لبنان منجر به کشته شدن صدها و زخمی شدن هزاران نفر شده است. از سوی دیگر، سازمان بین المللی مهاجرت نیز آوارگی بیش از 90,530 نفر را از روز دوشنبه در لبنان به دلیل حملات شدید اسرائیل به مناطق مختلف و در بحبوحه تشدید تنش‌ها با حزب الله برشمرد. به گفته مقامات پلیس پاکستان، در عملیاتی مشترک با همکاری نیروهای پلیس محلی و نیروهای مبارزه با تروریسم، دو تن از فرماندهان گروه سنی‌های تندروی تحریک طالبان در عملیات جداگانه کشته شدند. شایان ذکر است با کشته شدن این دو فرمانده تروریسم، تنها 72 نفر دیگر در لیست تحت تعقیب پلیس پاکستان قرار دارند. گفتنیست در این فهرست اسامی تروریست ها، نام پدر و آدرس و مشخصات آنها ثبت شده و به پلیس دستور داده شده تا عملیاتی را علیه آنها آغاز کنند. منابع محلی در استان پروان افغانستان از شیوع یک بیماری ناشناخته و قابل انتقال در دره قوربنده این استان خبر دادند. سخنگوی استاندار طالبان در پروان روز چهارشنبه 4 مهر گفته است که طی 24 ساعت گذشته دست کم 500 تن در شهرستان شینواری به این بیماری مبتلا شدند. به گفته او این بیماری تا کنون جان 2 نفر را گرفته و وضعیت بهداشتی 50 تن دیگر وخیم گزارش شده است. مسجد سادات قریش، نخستین مسجد ساخته شده در مصر و یکی از 15 مسجد قدیمی در جهان به شمار می آید. گفتنیست این مسجد یکی از مهمترین بناهای اسلامی در خیابان بورسعید در شهر بیلیبس که یکی از شهرهای استان شرقی مصر قرار دارد که نخستین مسجد ساخته شده در مصر به شمار می آید. نامگذاری سادات قریش بر این مسجد به منظور تجلیل از شهدای مسلمان صحابه رسول خدا در نبرد علیه رومی ها هنگام فتح مصر انجام شد. سازمان بین المللی پزشکان بدون مرز MSF اعلام کرده است که زنان باردار، مادران و نوزادان تازه متولد شده به سرعت در منطقه دارفور جنوبی سودان جان خود را از دست می دهند و هزاران کودک مبتلا به سوء تغذیه در آستانه قحطی قرار دارند. طبق این گزارش، حدود 1/3 کودکان زیر 2 سال در دارفور جنوبی دچار سوء تغذیه حاد هستند که این آمار از 2 برابر آستانه اضطراری سازمان جهانی بهداشت بیشتر است. طرح مدرسه‌ای برای آموزش کودکان فقیر و پاکسازی آلودگی در لاگوس امید به ارمغان آورده است. مدرسه خصوصی در نیجریه شهریه آن بطری‌های پلاستیکی است و این به دانش آموزان محروم منطقه کمک می‌کند تا هزینه مدرسه را با بطری‌های پلاستیکی مستعمل پرداخت کنند. والدین فقیر با جمع‌آوری بطری‌های پلاستیکی به فرزندانشان کمک می‌کنند تا در این مدرسه تحصیل کنند. انجمن اسلامی یانگ زوتان در ایالت اوهایای آمریکا برای آشنایی غیر مسلمانان با فرهنگ اسلامی اقدام به برگزاری نمایشگاه و دعوت از مردم برای بازدید از آن کرده است. شایان ذکر است این نمایشگاه در مسجد جامع یانگ زوتان برگزار می شود و در آن انواع پوشاک و لباسهای اسلامی و همچنین غذاهای حلال برای علاقمندان به نمایش گذاشته می شود و به فروش می رسد.
منابع خبری از برگزاری سوگواری ادبی با محوریت شهر مقدس کربلا با موضوع مواجهه انسان معاصر با عاشورا و امام حسین علیه السلام در شهر مقدس قم خبر دادند. ده ها نوشته با محوریت حادثه کربلا در این جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند. این سوگواره به صورت الکترونیکی در فضای مجازی نیز تولیدات محتوایی و ادبی خود را منتشر کرده است. مطالعه جدید محققان دانشگاه UCL نشان می‌دهد افرادی که غذاهای فوق‌العاده فراوری شده بیشتری مصرف می‌کنند در معرض افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 هستند، اما این خطر را می‌توان با مصرف کمتر غذاهای فراوری شده کاهش داد. بر اساس این مطالعه دانشمندان دریافتند که هر 10% افزایش غذاهای فوق فراوری شده در رژیم غذایی یک فرد را با افزایش 17% خطر دیابت نوع 2 مرتبط است، اما این خطر را می توان با مصرف غذاهای کمتر فراوری شده کاهش داد.